سلام، من رضا حسینی راد هستم، مدرس کسب و کار اینترنتی و تو این ویدیو میخوام در رابطه با 3 تا از اشتباهاتی که وبسایت‌های فروشگاهی توی طراحیشون انجام میدن باهاتون صحبت کنم تا شما این اشتباهات رو مرتکب نشید. مورد اول، استفاده از فرم جستجوی وبسایت به صورت یک آیکون خیلی ساده است که باید روی اون آیکون کلیک بشه و بعد کاربر بتونه جستجوی خودش رو انجام بده. توی حالت موبایل مخصوصاً این حالت خیلی اشتباهه. چرا که کاربر شما باید ببینه اون باکس سرچ رو و توش عبارت مورد نظر خودش رو سرچ بکنه. در رابطه با همین فرم جستجو چند تا اشتباه دیگه هم انجام میدن. یک، فعال نبودن اتو کامپلیت برای فرم جستجوی شما هستش. زمانی که کاربر میخواد مثلا فلش مموری رو سرچ بکنه توی سایت شما، بهتره که اگر کلمه فلش رو سرچ کرد، اتوماتیک محصولات مربوط به فلش مموری و دسته‌بندی فلش مموری رو به کاربر نمایش بده. حل نکردن اشتباهات املایی کاربر هستش. مثلا اگر فلش مموری رو به صورت فلاش مموری با یه الف وارد کرد، باید اتوماتیک بگرده سیستم شما و این رو تشخیص بده. که اگر سایت شما با وردپرس باشه که همینطور هست 100%، میتونید از افزونهای مختلف برای این کار استفاده بکنید. دومین اشتباهی که معمولاً وبسایت‌های فروشگاهی انجام میدن اینه که سایتشون رو به صورت موبایل فرست دیزاین طراحی نمی‌کنن. موبایل فرست دیزاین چیه؟ موبایل فرست دیزاین یعنی طراحی وبسایتمون اول برای موبایل، بعد برای کامپیوتر. دلیلش چیه؟ چرا اول ما باید سایتمون رو برای موبایل طراحی بکنیم؟ خب خیلی اول میان سایتشون رو برای کامپیوتر طراحی میکنن، بعد از اینکه برای کامپیوتر سایتشون طراحی شد، میخوان حالا یه قالب موبایلی از روی همون بسازن، یعنی همونو باید بیان ریسپانسیو کنن و تبدیل کنن به یک قالب موبایلی، که این اشتباهه. دلیلش چیه؟ چرا اصلا اشتباهه؟ چرا طراحی موبایلی مهمتر از طراحی کامپیوتر؟ طراحی موبایلی اهمیتش به این خاطره که اگر ما 3 سال گذشته رو بررسی بکنیم، یعنی از سال 2016 تا سال 2018، استفاده از موبایل خیلی بیشتر شده نسبت به استفاده از کامپیوتر. تو سال 2016 رو اگر در نظر بگیریم با 2018، استفاده از دسکتاپ یک روند نزولی داشته، یعنی مردم کمتر از کامپیوتر استفاده میکنن نسبت به سال 2016. و دقیقا همین نمودار برعکسش برای موبایل اتفاق افتاده. سال 2016 رو نسبت به 2018 اگر استفاده مردم از موبایل رو بررسی بکنیم، یک سیر صعودی داشته. در نتیجه این روزها ریسپانسیو بودن وبسایت شما و طراحیش برای موبایل خیلی مهمه. در نتیجه شما هم باید سایتتون رو موبایل فرست دیزاین انجام بدید. یعنی وقتی میخواید یه قالبی انتخاب بکنید برای سایتتون یا یه قالب رو طراحی بکنید، ابتدا به حالت موبایلش رو چک بکنید، بعد برید سراغ دسکتاپ و ببینید چطوری توی دسکتاپ داره نمایش داده میشه. این خیلی مهمه. مورد سوم، نمایش ندادن دسته‌بندی‌های اصلی سایت شما توی صفحه اصلیتونه. خیلی از سایت‌های فروشگاهی، حتی بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایرانی رو اگر الان واردش بشید، یه منوی داره که ما بهش میگیم منوی همبرگری، به صورت 3 تا لاین، 3 یا 4 تا لاین زیر همه، بعد روی اون کلیک بشه تا تازه لیست دسته‌بندی محصولات بیاد. کاربر عادی، کاربری که به صورت یک فردی که فقط بله با کامپیوتر و موبایل کار بکنه، نمیدونه منوی همبرگری چیه، نمیدونه اون 3 تا خط چیه. در نتیجه کلی میگرده تا دسته‌بندی اون محصولات شما رو پیدا بکنه. بهترین کار چیه؟ بهترین کار اینه که ما به صورت کشویی یا اسلایدری توی هدر سایتمون، توی مخصوصا حالت موبایل، دسته‌بندی ها رو نمایش بدیم، نه به صورت یک منوی همبرگری. دسته‌بندی ها رو نمایش بدیم، حتی اگر شده به این شکل دسته‌بندی ها رو توی صفحه اصلی به صورت باکس های تصویری قرار بدیم تا کاربر بتونه دسته‌بندی مورد نظر خودش رو پیدا بکنه. خیلی از دوستان میگن چرا همین مواردی که میگی رو روی سایت خودتون اعمال نمی‌کنید؟ چرا مثلا وقتی وارد میهم وردپرس میشیم اون منوی موبایلی حالت همبرگریه؟ ببینید، کاربران وبسایت ما با کاربران سایت شما کاملا متفاوتن. 99% کسایی که میان تو سایت ما خودشون وبسایت دارن، میدونن منوی همبرگری چیه و میدونن اگر روی اون منو کلیک کنن دسته‌بندی ما باز میشه. در نتیجه
سایت ما رو نباید با یک وبسایت فروشگاهی که همه میخوان ازش استفاده بکنن مقایسه بکنید. 90% بازدید کننده های سایت ما با دسکتاپ هستن و فقط 10%شون با موبایله. در نتیجه ما نیاز نیست زیاد روی ریسپانسیو وبسایتمون تمرکز بکنیم. اما شما که یک وبسایت فروشگاهی دارید و میخواهید به مردم عادی جنس بفروشید، حتما باید این نکات رو روی وبسایتتون رعایت بکنید. موفق و پیروز و سربلند باشید.